بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمت الله وبرکاته سلام ای ماه قرآن، سلام ای شبهای قدر و سلام ای زکات فطر و سلام ای اید فطر بوی اید می آید پایان ماه مبارک رمضان است در جلسات گذشته در اهمیت این ده شب آخر صحبت کرد که شب قدر است قدر بدانید و در جلسه قبل در رابطه با اهمیت زکات فطر صحبت کردیم که زکات فطر لازم هست بر هر مسلمان کودک بزرگ زن مرد همه باید که این حدود حد اکثر سه کیلوگرم از غالب قوت اون چیزی که در اون شهر مصرف میشه قبل از نماز اید فطر به فقرا بدهند و مسئله آن تمام شد که آیا پول هم میشه یا نمیشه و اگر میشود بهترین روش برای اخراج زکات فطر از کردیم جمع بین پول و قوت هست که شما پول بدهید به یک شخصی که برود 10-20 کیسه برنج یا بخرد و به فقرا توضیح کند بین فقرا درباره زکات فطر در جلسه گذشته به طور مفصل صحبت کرد این جلسه آخرین جلسه هست و معمولا باید در رابطه با اید صحبت کرد نماز اید و اهمیت اید فطر که اید فطر با رؤیت هلال شوال ثابت می شود و در حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که شروع رمضان و پایان رمضان را ربط داده به رؤیت هلال میفرماید مول لرؤیته و افطرو لرؤیته با و دیدن هلال رمضان روزه بگیرید و با دیدن هلال شوال اید کنید و اگر هم هوا ابری بود یا بگونه رؤیت هلال برای شما مشکل بود این مدت را کامل کنید فاکملو العده ثلاین ماه را ۳۰ روز حساب کنید زیرا ماه قمری یا 2۹ روزه و یا ۳۰ روزه و هرگز ماه قمری 28 روز نیست و هرگز ۳۱ روز نیست بارها به این مسئله اشاره کردیم خیلی خب میمونه نماز عید نماز عید سنت معکده است شما یک سری نمازها میخوندید در این ماه مبارک که در ماه های قبل نمیخوندید از جمله نماز تراویح و نماز قیام نماز تراویح هر شب میخوندید بعد از نماز عشا دو رکعت نماز سنت که میخوندن امام و معمومین بلند میشدن و نماز تراویح میخوندن حالا یا هشت رکعت میخوندن یا ده رکت یا بی رکعت هرچی میخوندن درست بوده میمونه که شما الان آماده بشوید برای نماز عید و برای روز عید نماز عید مثل نماز تراوی در جماعت خونده می شود ما در اسلام دو عید داریم یک عید فطر دو عید قربان که همان عید اضحا باشد سنت است که با جماعت این نماز عید برپا شود تا زنان هم در مسلای اید شرکت کنند حتی زنانی که در حالت عادت ماهیانه هستند اون گوشه بنشینند و توجه کنند به فرمایشات و بیانات خطیب روز اید که درباره اهمیت این نماز و پاداش این یک ماه که خداوند بر امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار داده صحبت کند با شما وقت جایزه گرفتن هست جایزه اید هست شما یک ماه زحمت کشیدید یک ماه شب تا صبح بیدار بودید یک ماه هر لحظه تلاوت قرآن داشتید یک ماه هر روز انفاق می کردید یک ماه ذکر بسیار داشتید اوراد بسیاری داشتید خلاصه که این یک ماه را شما در طاعت و عبادت بر برعکس ماه قبل از رمضان و ماه بعد از رمضان درسته که شما مسلمان هستید همه ما مسلمان هستیم و این طاعت و این عبادت و این ذکر ادامه پیدا می کند اما گرمی آن مثل این ماه نیست توجه مردم به عبادت مثل این ماه دیگه نیست که البته جای تاسفه ولی رمضان خود این ویژگی را دارد رمضان این ویژگی را دارد که مردم را به خود میکشاند بارها عرض کردیم در اول رمضان اگر یادتونه اینو عرض کردیم که حالا که جماعت میبینید توی مسجد هست و شلوغه نگاه چپ چپ به مردم نکنید که اومدند قبلا نمی اومدند تا حالا کجا بودی حالا یادت اومده نماز نه این حرفا نزنید خب رمضان طبیعتش اینه که مردم را دور هم جمع میکنه به خودش جذب میکنه در مسجد برای نماز برای تلاوت قرآن برای ذکر برای نماز تراوی ما قبل از رمضان که تراوی نداشتیم تراوی مخصوص رمضانه رسول الله صلی الله علیه و سلم سه یا چهار شب تراوی را با جماعت خوندن متاسفانه بعضا تراوی را قبول ندارند در حالی که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و و از بزرگان صحابه و آل بیت که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز تراویح را خوندن سه بار و شب بعد نیامدند مردم منتظر بودند مشتاق عبادت بودند فردا که برای نماز فجر پیامبر آمدند عرض کردن یا رسول الله ما دیشب تا پاسی از شب منتظر بودیم شما تشریف نیاوردید مثل دو شب گذشته فرمودند ترسیدم اگر بیایم بر شما فرض شود و نتوانید انجام بدهید یعنی تأکید در بر یک عبادت دال بر فرضیت آن میدهد و من نمیخواستم مشقت برای امتم باشد صلی الله علیه و سن. پس نماز تراوی اصل و ریشه داشته که ما یک, یک ماه داریم میخونیم حال میمونه نماز اید شرکت در نماز اید وقت نماز اید شرکت در نماز اید تأکید شده سنت مؤکده است. بر نزد برخی از اهل علم واجب هست که شرکت کنند مردم و تأکید شده بر این مسئله ده دقیقه الی رب ساعت بعد از طلوع آفتاب یا 20 دقیقه بعد از طلوع آفتاب وقت خوندن نماز اید هست نماز اید برعکس نماز جمعه که اول خطبه هست بعد نماز نماز عید اول نماز بعد خطبه که امام میستد در رکعت اول پنج تکبیر میگوید غیر از تکبیرت الاحرام و بعد سوره فاتحه میخواند و بعد سوره از سوره قرآن که غالبا سوره اعلا میخوانند سب به حسب رب بکل اعلا این چنین سنت است حال اگر سوره دیگر بخواند هم اشکالی ندارد در رکعت دوم بعد از قیام که گفت الله اکبر و ایستاد پنج تکبیر میگوید الله اکبر الله اکبر دیگه شروع میکند برای خوندن سوره فاتحه و سوره بعد از سوره فاتحه که غالبا سوره غاشیه میخوانند هل اتاک حدیث الغاشیه این سنت است حال اگر سوره دیگر بخواند هم اشکالی نداره بعد از آن ادامه می دهد رکوع و سجده و تمام می کنند. این نماز عید است. بعد بلند می شود خطیب و خطبه می خاند. در خطبه تکبیر می گوید. از نعمتی که خداوند به ما داده یک ماه گذشته می گوید. و از اصلاح ذات بین صحبت می کند. که با هم قهر نباشید. کینه کسی به دل نکنید. دلتون پاک باشه. تزاور داشته باشید بین همدیگر. طلب حلال بودی کنید از همدیگر. امروز که ما در دنیا هستیم، تصویه کنید حساب ها را. همدیگر را ببخشید. چون که در آخرت دیگه محال کسی تصویه کنه. قبل از این که ما بمیریم، باید که تصویه کنیم. حلال بودی، آقا من ممکنه مرتکب خطایی شده در حق شما. عیبت شما کردم یه چیزی گفتم یک فکری کردم شما مرا حلال کنید مرا ببخشید این آقا میگه بخشید این صفت خوبی است در روز اید این چنین رفتار کردن بسیار کار مبارک و عمل مستحسنی است بعد به خانه همدیگر میروید دید و بازدید از والدین شروع میکنید و بعد فرزندان و بعد بستگان امو، عمه دایی خاله و همچنین برای تبریک که خداوند از ما و شما بپذیرد تبریک صحابه این بود تقبل الله منا و منکم خداوند از ما و شما بپذیرد این عبادت این یک ماه این طاعت این زحمت ارزش و لذت روزه را روز اید شما میبینید و از همه مهمتر لذت در روز قیامت که روزه داران از باب ریان وارد بهشت میشن امیدوارم که ما و شما جزو آنها باشیم آمین پس احکام اید چنین هست که شما می روید و در مسلا مخصوص اید یا در جایی که مسجد بزرگی که نماز جمعه و پنج وقت اقامه می شوده که الان غالبا چنین هست برای اینکه مشکل همه خود را به مسلا برسانند اگر در روستایی در شهری مسلای علاهده داشت برای برپا داشتن نماز اید فبهر و اگر نبود در همان مسجدی که نماز جمعه و پنج وقت میخوانید می, می نماز عید بخوانید این در حالی است که خیلی ها از جماعت مسجد در حال اعتکاف بودند در این مسجد ده روز گذشته معتکف بودند و اعتکاف هم دربارش صحبت کردیم که خود را ملزم کردن به یک طاعت و عبادت تلاوت قرآن و در مسجد ماندن هست و بدون عذر از مسجد بیرون نمیرم. اینها الان دو اید دارند یکی اید اینکه پایان اعتکافشون هست یک ایدی که اید فطر مثل دیگران که دارن اید انجام میدن سنت است که از لباس جدید بپوشیم در روز اید و سنت است که در روز اید فطر قبل از خارج شدن از منزل چیزی بخوریم ولو که یک دان خورما باشد و سنت است که راه رفتن به مسلا یا نماز یا مسجد و راه برگشت با هم فرق داشته باشد یعنی از راهی که به مسجد و مصلا رفته ایم از راه دیگری به منزل برگردیم این سنت های روز اید هست و غسل کردن غسل غسل نماز اید یکی از سنت های اید هست مثل اینکه ما لباس جدید و نو می پوشیم غسل کردن قبل از این هم سنت هست بعد از نماز صبح مردم غالبا آماده می شوند برای رفتن به نماز اید یعنی بین نماز صبح تا نماز اید چیز حدود یک ساعت وقت هست که شما دوش بگیرید غسل کنید و بروید برای نماز اید و بعد از اینکه تمام شد هم به همدیگر تبریک اید بگویید و این شرعی است این دو اید در اسلام شرعی است حالا ممکن مناسبت های دیگری باشد اید های دیگری باشد ولی ربطی به اسلام نداره شرعی نیست اید شرعی همین دو ایده اید فطر و اید قربان اید فطر برای پاداش روزداران و اید قربان برای پاداش کسانی که در سرزمین مقدس مکه و عرفات و حج هستند اینجا زحمات روزه بوده و اونجا زحمات حج هست و این پایان یک ماه تلاش و یک ماه زحمت و یک ماه تا حال ای بیننده محترم پایان عمر یک انسان مؤمن چگونه خواهد بود دعا کنید که پایان عمر ما و شما بر طاعت باشد بر عبادت باشد بر توحید باشد مهمتر از همه توحید است یعنی اینکه ما با شرک از دنیا نرویم ما با شرک نمیریم با توحید دل را سیقل از نور یک تا پرستی کنیم این خیلی مهم این بهش میگن حسن ختام و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که اللهم احسن عاقبتي و خاتمتي في الامور كلها و اجرنی من خزي الدنيا و يوم القيامة اللهم اني اسألك حسن الخاتمة و اعوذ بك من سوء الخاتمة حسن خطام اینه که شما امرو اونهایی که اهل صدقی بودن و اهل انفاق بودن معناش این نیست که دیگه ترک کنن صندوقشون رو ببندن دیگه صدقه نکنن اون که اهل تلاوت قرآن بوده معناش این نیست که دیگه قرآن نخونه ایوه الناس این رمضان و این روزه و این تراویح و این زکات فطر و این عید و این تمام عبادت ها باید ما را شارج کرده باشد تا یازده ماه بعد یازده ماه بعد ما باید از شارج این رمضان استفاده کنیم که نه قرآن من تعطیل شود نه انفاق و صدقه من تعطیل شود نه نماز من تعطیل شود نه ذکر و ورد من تعطیل شود نه هیچی از اعمال صالحی که میخواد انجام میدادیم تعطیل نمیشه درست مقدارش کمتر میشه طبیعیه از جمله مثلا تراویح ما در غیر رمضان نداریم ولی خب قیام و لیل داریم نماز شب داریم مردم نماز شب میخوانند خود را از این محروم نمی کنند پس قیام اللیل و نماز شب کسی که داشته ولو این که با درکت باشد شما ادامه بدهید هر شب بعد از نماز اشا درکت نماز سنت بعدیه میخونید که بهش میگن سنن راتبه این جز سنن راتبه است که دوازده رکت است. این سنت ها را ترک نکنید بعد از نماز ها این سنت ها ما را به جای والایی می رسند. به خدا نزدیک می کند و بعد از آن هم با یک رکعت نماز وتر انجام بدهید و بخوابید نماز وتر را سخت بگیرید که صحابه کرام میفرمایند که ابو هریره رضی الله عنه که اوصانی خلیلی که به من وصیت کردند رسول الله صلی الله علیه و که نماز وتر را ترک نکنم و سنت صبح و سنت دوها اینها را از جزء برنامه زندگی من باشد محافظت بر نمازها یکی از رسول الله صلی الله علیه و پرسید میخوام همراهت باشم تو بهشت برمود که باش میخوای همراه من باشی پس اهل سجده زیاد باش اهل سجده زیاد یعنی اهل نماز زیاد نماز زیاد و سجده های طولانی مرافقت و همراهی کردن با رسول الله صلی الله علیه وسلم بر در بهشت رمزش نماز خوندنه نماز خوندنه با تمعنینه نه نماز خوندنه با عجله با سرعت و هر عبادتی که با تمعنینه و آرامش باشد مورد پسند خدا و رسول هست نه عبادتی که با سرعت انجام میگیره چه تلاوت قرآن باشد چه ادای نماز باشد باید تمعنینه و آرامش همراه این عبادت ها باشد از اینکه این یک ماه برنامه ما را دنبال کردید تشکر می کنم خدا را می خواهم که طاعت و عبادت ما و شما قبول فرماید روزه تراویح و قیام ما و شما قبول فرماید صدقه فطر ما و شما قبول فرماید و حسن ختام در تمام اعمال ما باشد و از او تعالی میخواهم که ما را با حسن ختام از دنیا بمیراند و ما و شما و پدران و مادران و فرزندان و های ما را اهل سعادت، اهل ایمان، اهل توحید، اهل یکتاپرستی قرار دهد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين